سلام بر همیهنان گرامی، پنجمین روز از ماه رمضان سپری شد و ما در یک برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. ماه رمضان با دو نام برای ما عجیب شده، دو نام که همه راه رو به ما نشون میدن و ابرهای تردید و یأس و شرک و گمان رو به کنار میزنند. محمد علی. با قرص روی ماهت دل را حکایتی هست، از عشق و شور و مستی شیرین روایتی هست. در پرده های خلوت بنشست دل به حسرت، در دید دائم از هجر اشک شکایتی هست. ماهی که در شبانه است دل گوید این رخ توست، مهری که زرفشان است از روی پایتی هست. چون با خیال رویت تنها نشینم ای خوب، حاشا اگر بر این شور حد و نهایتی هست. انسانی پاک سیرت و جوان مردی یک تاپرست، درس نخونده و مکتب نرفته‌ای که به کلمات خدایش باور دارد، آینه پاکی که تجلی نور حقیقت شد و فروغ جاودانش جهان رو از جهل و تیرگی رهانید. او آمده بود که جاهلیت، تعصب، زن ستیزی، ستم و بهره‌کشی، تحقیر، وحشیگری و قیود و بندهای قبیله‌ای و نژادی رو از میان برداره و نظام کهنه رو زیر رو و دگرگون کنه. این انسان برگزیده که چنین امانت بزرگی رو بر دوش می‌کشه، چنانکه در آیه 158 سوره اعراف آمده، خود رو پیامبری درس نخونده معرفی می‌کنه که به خدا و کلمات او ایمان داره. در ادبیات ایران غزل‌ها و قصیده‌ها و مثنوی‌های بسیار در ستایش و توصیف و حکایت کردن از رسول خدا سروده شده. در برخی از این اشعار نامی از پیامبر ذکر نشده، اما واژه‌ها و ابیات او را به ذهن متبادر می کنند. در این میان غزلی زیبا می درخشد. جان جهان دوش کجا بوده ای؟ نی غلطم، در دل ما بوده ای. آه که من دوش چسان بودم، آه که تو دوش کرا بوده ای. رشک برم کاش قبا بودمی، چون که در آغوش قبا بوده ای. زهره ندارم که بگویم تو را بی من بیچاره کجا بوده ای. آینه ای رنگ تو عکس کسی است، تو ز همه رنگ جدا بوده ای. درباره حضرت علی که قدر مجسم انسان و مظهر ستم ستیزی و دادگری سخن البته کم نیست. امروز همچنان یادآور تب و تاب نبرد در فروغ جاویدان است که مجاهدین برای رهایی و آزادی خلق ایران دلیرانه در آن جان فدا کردند. بی مناسبت نیست که بخش‌هایی از رهنمودهای مولا علی رو درباره صحنه نبرد با دشمن یاد کنیم. هر مردی از شما که هنگام ملاقات دشمن قوت قلب، دلیری در خود احساس می نماید و در یکی از برادرانش ترس را مشاهده نمود، باید به سبب دلیری که خداوند به او عطا فرموده
دشمن را از برادرش دفع کند، همانطور که از خود دفع می کند. پس نگوید به من چه، هر کس باید از خود دفاع نماید و سزاوار آن که می هراسد همین است که دشمن بر او مسلط گردد. پس به شکرانه این نعمت عظیم باید به جلوگیری از هجوم دشمن بر شخص ناتوان قیام کند و به کشته شدن در این راه اهمیت ندهد. یک پیام قوی اما نه جدید. محمد به خوبی روشن می ساخت که قرآن ادامه همان پیام هایی است که بر یهودیان و مسیحیان در قرون گذشته نازل شده است، پیام هایی از جانب خدا و برای راهنمایی نوع بشر. اما اکنون پیام های خدایی برای اولین بار بر مردم عربستان و به زبان خودشان نازل شده بود. پیغمبر هیچگاه نگفت من حامل دین جدیدی برای شما هستم، بلکه می گفت من پیغمبری هستم حامل و مبلغ همان پیامی که توسط ده ها پیامبر برجسته قبل از من در قرون گذشته به مردم ابلاغ شده است. قرآن مکررن خاطر نشان کرده که داستان آنچرا که بر ابراهیم اتفاق افتاد از یاد نبرید و باز میگه داستان یوسف رو از یاد نبرید و در ادامه داستان یوسف رو نقنه. اما نکته بسیار جالب در نحوه بیان این داستان هاست که درست منطبق بر سلیقه و ذائقه خواننده به صورت خلاصه بیان میشه. همه شنوندگان این داستان ها از قبل زمینه آشنایی با محتوای اونها رو داشتن، چرا که در سرزمینی زندگی میکردن که از اعماق این سنت ها بیرون اومده. طبق اعتقادات مسلمانان محمد تمامی آیاتی را که نازل میشد از بر میکرد و سپس آنها را برای مردم و پیروانش بازگو می نمود. با اینکه در آن زمان نوعی خط برای نگارش زبان عربی وجود داشت، اما فقط تعداد اندکی قادر به این کار بودند و بسیاری دیگر از جمله خود محمد سواد خواندن و نوشتن نداشتند. مسلمانان متفق القولند که محمد سواد خوندن و نوشتن نداشت. چیزی که در این میان برجسته میشه اینه که از یک طرف اون آیاتی رو که نازل میشد خودش نمی نوشت و از طرف دیگه این سوال مطرح میشه که این آیات چگونه حفظ و نگهداری شدن؟ پیروان معدود محمد وظیفه داشتند آیاتی را که وی برای آنها میخواند از بر کنند، آیاتی که یکی پس از دیگری نازل میشدند. اما با توجه به فرهنگی که اعراب در آن تربیت شده بودند، داشتن چنین حافظه‌ای برای از بر کردن آیات زیاد تعجب برانگیز نیست. جامعه‌ای که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم دارای فرهنگی گفتاری و شفاهیه برده بود که با یک یا دو بار شنیدن یک مطلب اون رو از بر می‌شدند و مجدداً برای دیگران بازگو می‌کردند. رفته رفته با گسترش و انتشار آیات، محمد تبلیغ دین خود را در کوچه‌های مکه آغاز کرد و از این طریق یاران معدودی به دست آورد. هواداران او مسلمان نامیده شدند، به معنی کسانی که خود را تسلیم فرمان خدا کردند. پیام محمد به طور خاص مورد توجه اقشار فقیر و محروم شهر قرار گرفت، اقشاری که خواسته ها و آرمان های خود را در فراخوان اسلام به عدالت اجتماعی متبلور می یافتند. برده ها باید آزاد شوند و ثروتمندان و صاحبان قدرت باید نسبت به نیازمندان مهربان و سخاوتمند باشند. بعضی از آیات خدا به خاطر زیبایی زبان و جملات آن مردم را جذب می کرد. حلاوت، بلاغت و کمال زبان قرآن به حدی بود که از نظر مردم خود آیتی از وجود خدا محسوب می شد. بسیاری از مواقع از مسلمانان سوال شده که چگونه ثابت می کنید قرآن یک کتاب آسمانی است و هزاران سال است که آنها پاسخ می دهند قرآن خودش اثبات حقانیت خودش است، چرا که این یک معجزه است که مردی عامی که خواندن و نوشتن نمی‌داند در اعماق سرزمین از یاد رفته سندی با چنین قدرت، زیبایی و با چنین ژرف‌اندیشی بی‌نظیری به وجود بیاورد.
اما همه مکیان مجذوب این پیام های زیبا و امیدوار کننده نشدند. پیام های محمد صراحتاً بت‌های موجود در کعبه را هدف قرار می داد و مردود می دانست. چیزی که قبیله حاکم یعنی قریش را بسیار نگران و بیمناک می ساخت. مسلمانان به طرز وحشیانه‌ای مورد آزار و شکنجه قرار می گرفتند. بعضی از آنها در کوچه ها و معابر عمومی مورد ضرب و شتم و برخی تحت شکنجه های مرگبار قرار می گرفتند. مسلمانان به مدت 9 سال این فشارها را تحمل کردند بدون اینکه از عقیده خود دست بردارند. عقیده‌ای که در این جمله خلاصه می شد: لا اله الا الله. اما شخص محمد تحت حمایت همسر ثروتمندش خدیجه و عموی قدرتمندش ابو طالب قرار داشت تا اینکه آنها چشم از جهان فرو بستند. اینجا بود که محمد و یارانش دریافتند هیچ گزینه‌ای جز ترک مکه برایشان متصور نیست. بافت جامعه مکه توسط قریش به صورتی در اومده بود که محمد احساس کرد دیگه قادر نیست حتی به طور فیزیکی ماموریتش رو انجام بده و باید به دنبال بدیل دیگه‌ای به عنوان پایگاه عملیاتی خودش باشه. با انتخاب محل جدید پیام‌های جدیدی نیز رسید و آیات جدیدی در قرآن پدیدار شد. آیاتی با تأکید بر قانون مداری و خط مشی جنگ.